دوستان عزیز سلام، به 20 اسفند ما هم رسیدیم و کماکان فضای بورس مانند روزهای قبل داره دنبال میشه و به نوعی در یک کما مثل این که فرو رفته و فعلا به غیر از چند تا سهم که خب معمولا سهمای بزرگ و حالا شاخصساز هستند و چند روزی تکون خوردند مانند حالا گروه های پالایشی که خب امروز آخر وقت همشون هم منفی بودن، ولی خب روزهای گذشته حرکتی رو دیدیم. چند تا از بانکی ها که خب امروز تقریبا در حد صفر بودن، فولاد رو نگاه کنیم امروز صفر بود. استخراج کانه های فلزی امروز چند تا دونه نماد خوب داشتن که مثبت بود. این گروه غذایی ها امروز چند تا نماد مثبت داشتن و مانند تقریبا میشه گفتش حداقل 7-8 روز اخیر ستاره درخشان بورس باز هم نماد برکت بود که امروز نگاه میکنید با چه حجم زیادی روی تقریبا مثبت 4.61 انتهای کار بسته شد و در حال صف خرید شدن هم بود. اون در آستانه صف خریدیمون امروز تنها یک نماد بود که برکت هستش. به یکی دو ساعت قبلتر هم که برگردیم تقریبا وضعیت به همین صورته. این ساعت 10:30 صبح هست که میبینید تقریبا همون حالت را داریم و یه جورایی حفظ شد دیگه. یعنی امروز از همون ابتدای کار تا انتهای کار بیان کنی خط تقریبا ثابته، یک کمی اومد بالا. اون ابتدای کار یه ذره بیشتر مثلا 0.4% منفی بود، بعدش اومد شد منفی 0.3%. این شاخص کل هم وزنم که باز به همین صورت 0.1% منفی و تقریبا همین حالت ثابت را طی کرد. صنعت هم که حالا چند روز خیلی خوب اومده بود بالا، امروز با 0.3% منفی بود و خب بیشتر بابت همین قضیه شاخص کل هم منفی شد. ولی اون داستان هر روز ما هنوز ادامه داره، ما اصلا کاری به این قسمت ها نداریم. اصل کار اینجا داره اتفاق میفته که امروز 20 اسفند مانند روزهای قبل تقریبا حداقل 2-3 هفته گذشته تا کنون، این که میگم رفته تو کما به خاطر اینه، به خاطر اینکه 2-3 هفته است که ما این قضیه رو داریم. امروز هم حدود 420 خورده ای سهم در صف فروش قفل شده بودن و هیچ خریداری براشون وجود نداشت که حالا لیستش رو مجددا میتونید توی کانال تلگرام ببینید. تقریبا هر روز همین بساطه برای این سهم ها، این 400 خورده ای سهم هر روز خدا تو صف فروش هستند و هیچ اتفاق خاصی هم براشون نمیفته. در اون طرف صف خریدی هامون هم مانند روزهای گذشته باز تعداد کم و امروز حدود 30 خورده یا 2-3 تا دونه فکر کنم امروز به صف خریدی هامون اضافه شده بود. از ارز اولیه هم انگار امروز خبری نبود و ارز اولیه مدار را که میخواستن عرضه بکنم من ندیدم عرضه بشه. حالا نمیدونم تو ساعتهای بعد از ظهر شاید باز این اتفاق بیفته، نصف شب این اتفاق بیفته، یا اینکه دوباره منصرف شدن و بیخیال این یکی هم شدن. احتمالا دیروز که بیخیال اون یکی ارز اولیه شدن، احتمالا امروز هم همین اتفاق افتاده. سهامداران لخانه که حق تقدم دارند در جریان باشن، فقط تا تاریخ 7-1 میتونن که مبلغ 100 تومن به ازای هر سهمی که حق تقدم براشون اومده پول بریزن به ارسام خدمتون این شماره حساب بانک تجارت که اعلام شده و اون حق تقدمشون رو به سهم تبدیل کنن. مثلا شما اگه 1000 تا حق تقدم براتون اومده، 100,000 تومان باید به این حساب بریزید، با شرکت تماس بگیرید و بعداً این 100,000 تا این 1000 تا سهم شما تبدیل میشه به 1000 تا سهم، حق تقدمش میشه سهم. الان هر سهمش روی تابلو حدوداً 3000 تومان هستش. بنابراین با توجه به اینکه الان در صف فروش نمیشه حق تقدمش رو بفروشید،
و قفل شده حق تقدم ها هم، به نظر من اگر فرصت دارید به بانک برید و این کار رو انجام بدید، بهترین کار اینه فعلا که شما اون 100 تومن رو بریزین، چون مبلغ زیادی نمیشه. بسیاری از دوستانی که چند روزه مثل این که از شرکت هم باشون تماس گرفتن به من گفتن، گفتم خب حالا شما مثلا به اندازه 100 تومن 200 تومن میریزید، حداقلش 2 تومن سهام خواهید داشت دیگه، در نهایت این اتفاق میفته. خب نمودار کل بورس رو هم مشاهده میکنید که امروز هم مانند روزهای قبل، البته خب روند نمودار اندیکاتور RSI روند صعودی خوبی هستش و کندل امروز هم که خب سبز بود، چون اول کار منفی تقریبا 4 دهم شد بعد به منفی 3 دهم رسید، کندل سبز رو به جا گذاشت، ولی جالب نیست. یعنی ما یادتون باشه پیروز که یک کندل سبز خیلی خوب داشتیم، گفتیم که امیدواریم 7-8 تا یا حداقل تا آخر سال از این کندلا داشته باشیم. اگه از این کندلا بود واقعا شاید تا آخر سال این بالای ابر کومو می اومد و دیگه خیلی خیال ما از شاخص کل راحت‌تر میشد، ولی اتفاق خاصی نیفتاده و اندیکاتورها تغییر خاصی را نشون نمیدن. خب بیشترین ارزش معاملات امروز به این صورت بود که نگاه میکنید برکت در صدر معاملات امروز بود با 106 میلیون، بعد شپنا، البته حجم معاملات برکت از شپنا کمتر هستش، ولی از نظر پولی به خاطر اینکه هر سهم برکت نسبت به هر سهم شپنا تقریبا چیز حدود 3 برابره، به خاطر همین هستش که از نظر مالی 346 میلیون تومان امروز 346 هزار 346,449 میلیون امروز در صدر، بعد شپنا، شبندر، شستا، فولاد، اپال، فملی و تجارت، بالبر و به ملت. مثلا کلا مثلا که بورس فعلا رو همینا داره میچرخه، هر روز ما میبینیم که اینها هستن که دارن داد ستت میشن، یعنی 700 تا سهم که 400 تاشون کلا خوابن، تعطیلن. از اون 200 تای دیگه هم خب برخیشون خیلی معامله زیادی ندارن، ولی همینا هستن که دارن خرید فروش میشن. راهکارهای چهارگانه برای بهبود شرایط بورس. خب دوباره مجلس اومد یه خط نشون دیگه کشید و حالا یه راهکار دیگه داد که خب مهمترین راهکار که ارسام خدمتتون جلب اعتماد مردم هستش رو گویا فراموش کردن. البته ایشون مثل این که اینجا اشاره کرده، نخستین روی کرده دولت در تقویت این بازار جلب اعتماد مردم است. حالا خوبه که ایشون اومده و این صحبت رو انجام داده و خب حالا باید ببینیم این راهکارهایی که دارن ارائه میدن واقعا راهکار هست یا نیست، اسمش فقط راهکاره. اینم نقشه پایانی امروز از این منظر که خب همه سهم‌ها یه جورایی با هم دیگه برابر نگاه کنیم که می‌بینید باز تعداد قرمزها دقیقاً همون نقشه رو به ما نشون میده که 400 به 30 هستیم فعلا. خیلی زیاده، یعنی از 10% هم کمترن سبزهای ما. یا دیگه بودن با ارفاق بخوایم بگیم حدود 10%. 10%ش سبز و 90%ش متاسفانه قرمز هستش. سنگین ترین سهمای صفای فروش، صفای فروش هم که ببینید دیگه اینجا قوقا میکنن و عرضم خدمتتون اینجوری صفای فروش رو نگاه بکنید، اینا دیگه 95-5 در برابر صفای خرید. خب و سپهر با همون ترفندی که چند وقت داره کار میکنه تونسته قیمتشو ثابت نگه داره و صفحه خرید میاد روی صفر ایجاد میکنه و
بعد اینجا نگاه میکنیم سمگار رافتام رو صفحه خرید داشتن، دی کیسون پتایر سنایر فزرین کویر و خزر تو ساعت 9:30 صبح سنگین ترین صفحای فروش امروز را به خودشون اختصاص داده بودن. خبر جالب این که تکسیب جبران کسری بودجه از طریق بورس. سخنگوی دولت برای چندمین بار مدعی شد تأمین کسری درآمدها از بازار سرمایه شائبه بیش نیست و بیش از 89% منابع بودجه محقق شده است. و حالا من نمیدونم این سخنگوی دولت اصلا کاری به مردم نداریم، لطف کنن حرفای وزیر اقتصاد رو گوش بدن. وزیر اقتصاد حرفای غیر از این میزده یادتون باشه و میگفتش در حال کسری بودجه رو داریم از طریق بورس جبران میکنیم، حالا سخنگوی دولت اصلا حرف دیگه میزنه که این نشون دهنده یک ناهماهنگی هم در دولت هستش. الگو ساعتی هم که امروز نداریم، صفر. الگو ساعتی هامون هم دوستان امروز صفر هستش. دست به دست شدن بیش از 4 میلیارد برگه سهم که فرآورده‌های نفتی در رأس معاملات امروز بودن. امروز 4,391,000,000 برگه سهام معامله شد و فرآورده‌های نفتی در صدر بودن. حالا حداقل این صدرنشینی فرآورده‌های نفتی در رقم معاملات شاید یکم دلگرم کننده باشه نسبت به این منفیایی که دارن اینجا میخورن، به خاطر اینکه خب یک دو تا منفی میخورن بعد یه مثبت 6 که میخورن اینا جبران میشه. حداقلش میشه گفتش این فرآورده نفتی ها این خاصیت رو از اون سالا داشتند، درسته که منفی میخورن ولی بعدن یهو یه 6 مثبتی هم جبران میکنه چند روزشون رو، چند تا منفیاشون رو. از احضار مسئولین سازمان بورس الزام به رعایت سیاست غذازدائی، در حال دوباره مثل این که یه برنامه دیگه چیدن که تهدید کنن یه عده دیگه. و فعلا که ما میبینیم مسئولیت بورس به جای اینکه بیاد و به نوعی بازار رو ساماندهی بکنه، فقط مثل یک داوری هستش که کارت قرمز به این اون داره میده. بورس برای بقیه این کار داره میکنه، ارگان‌های بالاتر هم برای خود بورس دارن این کار میکنن دیگه. حالا احضار مسئولین بورس، حالا تو قوای مقننه و قضایی و مجری اینا احضارشون میکنن، یک کارت زرد و قرمز اینا بهشون میدن، خود بورسی هم هی حقوقی ها و اینا اونا احضار میکنن به اونا یک کارت قرمز میدن دیگه. من نمیدونم این کارا برای چیه. 400 تا سهم، بیش از 400 تا سهم هیچ خریداری نداره، حدود 3 هفته هستش و اینها اینا اونا احضار میکنن. و واقعا باید ببینیم حالا این سری این شورای عالی بورس میخواد چیکار بکنه. و وقتی هم که اتفاق میفته که حالا میاندا میگن آقا این جزء وظیفه ما نبوده و جزء وظیفه یه نفر دیگه بوده. متاسفانه این شفافیت و پاسخگویی وجود نداره الان، یعنی الان نوشته ضرورت شفاف سازی پاسخگویی و مسئولیت پذیری قانونی سازمان بورس، که نه تنها در بورس بلکه در هیچ ارگانی و کلن در کل نظام وجود نداره. حالا بالاخره بورس هم جای جدا از این قضیه نیست. الان ببینید هر سال خدا ما این قضیه مرغا داریم، خیلی جالبه، هر سال این مرغداری ها جوری جوجه هاشون رو میریزن که مثلا جوجه شب عید دقیقا 5 روز 4 روز مونده به عید برای کشتار آماده بشه، بعدن یه فاصله 1 ماهه این وسط خالی میمونه که هیچ کس جوجه نریخته. یعنی اصلا هیچ قانونی مثل این که وجود نداره، هیچ نظارتی به اینا نمیشه. حالا این که هیچ، خودشون هم حداقلش نمیشن فکر بکنن آه هر سال مثل این که اینا اون موقع بیشتر متقاضی از توی بازارا، حالا مثلا متقاضی بازار اینقدر زیاده که مرغ گیر نمیاد، بعد حالا مثلا یه ما دیگه اینقدر جوجه ریختن که همینجور میمونه قیمتش هم میاد پایین. یعنی این اتفاقات فقط مال بورس نیست، همه جا متاسفانه اینجوریه. و خب بالاخره بورس هم جدایی از
ارگان های دیگه این کشور نیست دیگه، وقتی که همه همین جورن همه همینطورن دیگه، توقع زیادی هم نمیتونیم داشته باشیم. لکما برنده یک مناقصه شد. یه جایی دم یه شخصی میگفت آقا زمان انتخابات بیاین برید به یه آدمی که نمرش 10 رای ندید، به این فقط نمرش 19 رای بدید. من خب فکر کنم با هیچ وقت کاندیدایی که نمرش 19 در هیچ دوران انتخاباتی نیومده، اینا به زور همشون 3 و 4 میشن. بعد مثلا مردم بعد بین بد و بدتر یکی انتخاب کنن، شما یکی بذار نمرش 19 باشه تا بعد ما بریم به اون نمره 19 رای بدیم، بعد اگه ندیدیم شما بگو چه رفتی به 10 رای دادی، نمره 10 کجا بود عزیزم. این در جواب اون الان تو ذهنم اومد یه لحظه بهتون بگم، حالا نمیدونم نظر خودتون رو بنویسید، آیا به نظر شما ما تا حالا کاندیدای 19 داشتیم توی انتخابات که بهش رای ندیم بریم 10 رو انتخاب بکنیم، یا اینکه نه به نظر من همشون 3 و 4 هستن، بعد ما بین 3 و 4 خب بالاخره مردم شبن 4 رو انتخاب بکنه. اینم در جواب اون دوستمون که اینجور میگفتند. لکما برنده یک مناقصه شد. خب این هم یک 150 روزه که این افشاگری زده. امروز سباقر از پروژه جدیدی رونمایی کرد که ارزش اسمیش را بالاتر برده، سیمانش را بیشتر داره تولید میکنه، اینا خبرهای بنیادی هستش برای این نمادها. بیایم سراغ قضیه دلار. اونس جهانی طلا امروز خیلی تفاوت نداشت نسبت به دیروز، 0.18% بالا اومده و قیمت سکه ببینید که 1% نسبت به دیروز، یعنی 118,000 تومان الان اومده بالاتر، 10,500,000. حالا دیروز 10,400,000 بوده، امروز 10,500,000. این هم خیلی تفاوتی نداشته نسبت به دیروز. دلار هم همینجور 24,226 تومان نسبت به دیروز 0.11% تفاوت قیمت داشته که خیلی فرقی نکرده. و اما سری بزنیم به بازار ارزهای دیجیتال که بیت کوین الان به 55,500 رسیده، تقریبا 595 55,600 تقریبا. قیمت ریالیش هم 1,386,000,000، اتریوم 45,000,000، بیت کوین کش 13,400,000. و عرض کنم خدمتتون که داش 5,900,000، ترون 1,310 و تتر 24,985 تومنه و بایننس کوین 7,050,000 تومان الان داره معامله میشه. که خب ارزهای دیجیتال کماکان بازارشون رونق داره هم از نظر ریالی و هم از نظر دلاری، فعلا که بازار خوبی هستش. حالا ببینیم جریان مسدود سازی و اینا به کجا میرسه. خیلی دوستان سوال میکنن از این نظر هم که آقا حالا اگه مثلا مسدود سازی شد و اینا پولای ما چی میشه فلان میشه. ببینید پولی که تو کیف پولتونه که اتفاق براش نمیفته. همیشه ما گفتیم اگه صرافی هم خرید میکنید سعی کنید پولتون اگه میخواین نگه دارید و نمیخواین خرید و فروشای روزانه انجام بدید یا هفتگی انجام بدین، به کیف پول انتقال بدید که خب هم هکش کار سخت‌تریه هم بالاخره خاطرتون جمع‌تره. البته خب اون سیکیوریتی های کیف پول رو هم حتما باید رعایت بکنید، رمزش و اینا رو یه جوری که فراموش نکنید، اون 12 کلمه ها رو همیشه یادداشت بکنید و بالاخره اینا هم جزء از قواعد کاری که باید بلد باشید. اول همیشه باید به کیف پول انتخاب بدین، دوم اینکه از کیف پول شما چیز بین‌المللیه، کسی نمیتونه که چیزی رو برداره. البته صرافی ها هم حالا اگر هک نشن من بعید میدونم که هیچکدوم صرافی ها بیان و این کارا بکنن پول کسی را بردارن. پس اگه ارز دیجیتالی در کیف پول یا صرافی دارید که مشکلی وجود نداره. وقتی هم بخواید پول بگیرید ازشون، یعنی اون پول به ریال تبدیل بکنید که فعلا این قسمت که با مشکل مواجه نشده و
ریال کردنشو حالا اون صرافی که دارن کار میکنن همشون در کمترین زمان داره انجام میده. حتی از وقتی که این قضیه اومده من دقت کردم سرعتشون رو بردن بالاتر. مثلا قبلا اگر که 7 8 10 ساعت 24 ساعت طول میکشید پول بیاد، حالا 2 ساعته میاد. سرعت کارشون رو بردن بالا. فقط مشکل در کجا پیش میاد؟ در پرداخت. یعنی شما جایی که میخواین پول رو به صرافی ها بدید، ریال واریز بکنید اونجا، اینا اومدن گفتن ما اینا میبندیم. یعنی که ما پنلی بابت واریز اینترنتی دیگه به سایت های صرافی ها نمیدیم. خیلی خوب، فرض کنید اگر این کار رو هم انجام بدهند، که خب تا حالا انجام ندادند، قانون بشه انجام بدن، اتفاقی که میفته چیه؟ ما تازه بر میگردیم به چند سال پیش. چند سال پیش که صرافی هایی که ازشون ارز دیجیتال افراد خریداری میکردن که درگاه واریز ریالی نداشتن، که درگاه شاپرکی که نداشتن، که اصلا بسیاری از صرافی ها خارجی بودن، اصلا ایرانی ها که اینجوری نبودن که چند صرافی خارجی وجود داشت. اتفاقی که میافتاد چی بود؟ کسایی که توی این حوزه فعالیت میکردن از طریق صرافی های داخلی، مغازه های صرافی منظورم، از اونها اقدام میکردن، میافتن صرافی میگفتن آقا این پولو بگیر حواله کن مثلا به اون صرافی خارجی. صرافی کارش همینه دیگه، میگیره حواله میکنه تو اون کشور برای شما، پول که به حساب اونا میومد اونا پنل شارژ میکردن و شما میرفتی باش ارزتو میخرید. بالاخره راهکار وجود داره دیگه، سختتر از تحریم هایی که آمریکا برای ایران گذاشته که نیست که. الان توجه بکنید هر نوع تحریمی بالاخره یه راهکاری داره، و به نظر من این که اگه کسی بخواد حرفه‌ای تو این بازار فعالیت بکنه مشکلی براش پیش نمیاد. ولی خب این کار فقط باعث میشه که یه تعداد آدمایی که غیر حرفه‌ای هستن و یا حالا پولای خرد و به قول معروف پول مام بزرگش و با بزرگش و اینا رو میخواد ورداره بیاره، شاید اینا با مشکل مواجه بشن و یا دیگه اعتماد نکنن، این کارا رو نکنن، نیارن، چون نمیخوان حرفه‌ای کار کنن دیگه، ارزشش نداره مثلا برای 5 میلیون برای 2 میلیون طرف یاد بره این کارا رو انجام بده. راه اون که حرفه‌ای داره کار میکنه کار میکنه، بعدم بازارش چیز بین‌المللیه، ربط به ایران نداره که بگیم اگه مثلا تقاضاها از سمت ایران کم شد پس مثلا این بازار با بحران مواجه میشه. نه، ایران اصلا 1% 0.1% هم تو این بازار فعلا سهم نداره. مثلا همین الان هم صفر بشه تراکنش های ایران در بازار ارزهای دیجیتال، هیچ اتفاقی برای اون بازار نمیفته. بنابراین کسایی که حرفه‌ای کار میکنن هیچ دغدغه‌ای ندارن و فقط حالا میمونه اون کسایی که بالاخره حرفه‌ای کار نمیکنن و شاید یک کم برای اونا سنگ اندازی بشه. اگر نه بازار بازاری نیست که با تهدید آقایون بشه بازار رو تعطیلش کرد. اینجا دیگه جریان اون تهدیده نیست که آقا بگیم هر اتفاقی میشه احضار میکنن و نمیدونم اخطار میدن و زرد میدن و قرمز میدن. اینجا دیگه بورس نیست. تازه تو بورسش هم که دیدید هیچ کاری نتونستن انجام بدن. این همه احضار کردن و نمیدونم تهدید کردن، یا تو نیست توی مجلس چند وقت پیش ما یه بار اومدیم انتقادم کردیم به اون آقایی که می اومد توی مجلس همش تهدید کرد حقوقی ها رو، گفتیم آقا حقوقی کارشو داره انجام میده، شما راست میگی، برو جای دیگه کارو درست بکن. خیلی از دوستان میاتون اومدم اونجا با انتقاد کرده بودن که شما چرا از حقوقی ها داری دفاع میکنی. ایت گفتم آقا مثلا ربطی به حقوقی نداره، اون اوایل کار بود این قضیه که مثلا یه مقدار حقوقی ها شیطنت کردن، و بعد حقوقی حالش اینه همیشه این کار رو انجام میده، که الان بازار به هم ریخته به خاطر مشکلات دیگه ایه. دیدید هیچ فرمه اینا به نتیجه نرسید و خب حالا اومدن و یه همچی تهدیدایی میکنن. دوستان که تو این بازار فعالا خیلی نگران این قضایا نباید باشن. البته خب دیگه تصمیم گیری با خودتونه، باز برید تحقیقات بیشتر و مفصلتری رو این قضیه انجام بدید. ممنونم که برای من کامنت میگذارید، منتظر نظرات خوب شما عزیزان هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.